شازمی همکارم اینجاست در این مورد بیشتر با هم صحبت کنیم آراش در مورد این وز... موضوع ورشکستگی مالی خودرو سازان برای ما بگو و همچنین تغییرات قیمتی در بازار خودروی ایران خب خودروسازی داستان جدیدی نیست اما یکی از به اقتصاد ایران هست در یک فضای انحصاری در یک بازار انحصاری همینطور که در خبر اشاره کردیم ما عملا شاهد ورشکستگی مالی خودروسازان هستیم ما خودمون چندین بار بر اساس صورتهای مالی در, سال در یکی دو سال اخیر گزارش دادیم که عملا طبق همون بند 140 قانون تجارت این خودروسازا ورشکسته هستند و باید تصمیم گیری بشه خودروسازایی که خب میدونیم سهامشون در بورس تهران در واقع داره معامله میشه ظاهرا شرکت های دولتی نیستن اما عملا مدیریتشون و کنترلشون از نظر سهام در دست در واقع دولت هست این ورشکستگی مالی عملا بیشتر از این که در واقع ناشی از سیاست قیمتی باشه ناشی از ناکارایی و فساد و مافیای خودروسازی در ایران هست خودروسازانی که چند برابر نیاز واقعیشون پرسنل دارند هزینه های بالا سری بسیار بالایی دارند و در یک فضای انحصاری واقعا این عجیب هست که بتونن همچی زیانی رو ایجاد بکنن اما در مورد قیمتگذاری هم که اشاره کردی خب خیلی ها با توجه به اینکه در حوزه خودرو هم مثل خیلی از حوزه های دیگه اقتصاد ایران ما ناترازی داریم عرضه و تقاضا در واقع با هم همسان نیست میان و نسخه افزایش قیمت رو برای خودرو میدن حالا الان هم گفته شده که وزارت صنعت میخواد مجوز افزایش قیمت کارخونه ای رو بده میدونیم قیمت کارخونه ای و بازار فاصله خیلی زیادی داره اما به نظر توصیه قیمتی و افزایش قیمت برای خودروسازی و برای رفع مشکلات این موضوع توصیه درستی نیست با توجه به شرایطی که این بازار داره در شرایط انحصاری عملا باید انحصار رفت بشه و واردات خود رو انجام بشه که در یک بازار آزاد بشه در واقع تصمیم گرفت و این فراهم نیست در بازار ایران آرش اینجا در استوزیا با من بودی همکارم آرش زمین